واکنش تعلل‌آمیز رئیس جمهوری آمریکا به گرد همایی خشونتبار سفیدپوستان برتری طلب در شارلوتسویل ویرجینیا که به مرگ یک نفر انجامید هنوز در کانون توجه رسانه‌های آمریکا است. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب در بازگشت به نیویورک برای دوری از فریادهای خشم‌آلود معترضان مجبور شد مسیر خود را تغییر دهد. برگردان گزارشی از مایکل بران، خبرنگار صدای آمریکا. تصاویر بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به برج شخصی خود در شهر نیویورک و فریادهای خشم‌آلود آمریکاییانی که انتظار داشتند رئیس جمهوری سریع‌تر و قاطعانه‌تر گرد همایی برتری طلبان سفیدپوست در شارلوتسویل ویرجینیا را محکوم کند و مشخصاً از آنها نام ببرد. اسکورت آقای ترامپ برای رساندن او به برج شخصیش مجبور به تغییر مسیر عادی شد. ظاهراً جمعیت گرد آمده در مسیر پرزیدنت ترامپ با سخنرانی او در واشنگتن و محکوم کردن این گروه‌ها با ذکر نامشان هم راضی نشده بود. نژادپرستی عملی شیطانی است و هر کس از کوکلوس کلان گرفته تا نئونازی‌ها، برتری طلبان و گروه‌های نفرت که بخواهد به اسم برتری نژادی دست به خشونت بزند، مجرم و جنایتکار است و ناقض تمامی ارزش‌هایی است که برای ما آمریکایی‌ها گرامی هستند. فردی که با زیر گرفتن معترضان به گرد همایی نژادپرستان در شارلوتسویل یک زن 32 ساله را به قتل رساند بدون شرط پرداخت وثیقه در بازداشت است. رئیس جمهوری آمریکا تحت فشار شدید و انتقادهای گسترده افکار عمومی آمریکا پس از گذشت 2 روز از واقعه شارلوتسویل مجبور شد به طور مشخص گروه‌هایی را که در این گرد همایی شرکت داشتند نام ببرد و آنها را محکوم کند. سینتیا منسی یکی از ساکنان شارلوتسویل در اعتراض به واکنش آقای ترامپ میگوید هم خیلی کوتاه و هم دیر بود. به نظرم رئیس جمهوری فقط به جایگاه خودش در افکار عمومی اهمیت میده. الان احساس کرده تمام مردم در سراسر کشور ناراحت شدند و فکر کرده باید طوری اینو راست و ریز کنه. آقای ترامپ هم در برخورد با انتقادهای مردم آمریکا نسبت به واکنش خود به این ماجرا بار دیگر رسانه‌های خبری آمریکا را متهم کرده که علیه او سر و صدا راه انداختند.